دلته مې یو دانه ګروپ لګول اعلان دی، ما دا صاحب هم ورسره رڼا دی. او نن اختر ورځ ده، پرون یې دا افتتاح کړ. کتاب چوک ده، شمې درې دانې پکې تازه جوړې کړې، نن اون هم روپونه هم ولګېدل. او یو نیم کس هم راځي عکسونو دپاره. سوپر موټر آیل کمپنی په مرسته باندې دا جوړ شوی دی. شمې چوک دی، کتابونه دي دوه دانې. یو هغې خوا یو دې خوا ته منځ کې شمې ورکړي دي. او میده میده باران هم شروع ده، ماښام ټیم ده. او بیا د دې څلور طرف ته دا ګلان دي، او منځ کې دا کوم چوک چې ده چوک دی. دا هغه چوک دی، شمې چوک. نظاره سوا اگن بارانم را تیست. یو دانه دا چوکی پرون افتتاح کرده و یو دانه یو بل دا چه دا اختر دا بارا جوڑ کرده و باران تیست. زمزان واسم دی زاینه آلکان پا مندو سوا. موسم سنگ را پاک سو صفا سو ترا موسم سو. د بوس چارای د کومه چې نوې جوړه کړې ده اختر لپاره، ګروپونه مرپونه لګولې جوړه سوې. خو مخکې خو زه به کې دا ګروپونه مرپونه ولګول. تیاره ده، نو نظاره یې دغسې ښکاري. او څلور طرف ته د دې بس لاره ده، چارای منځ کې دا ځای ده. هموطنان و همشهریان عزیز کابل، عیدتان مبارک. مثل گذشته ها شوروالی کابل به خاطر استقبال گرم از عید و خوشی هرچی بیشتر همشهریان عزیز کابل در شبهای عید برنامه های زیبایی به سطح شهر کابل داشت. امسال الحمدلله که متفاوت تر با گذشته ها، برنامه های خوب تقدیم همشهریان عزیز کابل امشب شد. ما در کنار فواره بزرگ آب در مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل، یکی از نمادهای تاریخی کشور عزیز ما، قلعه بست که در ولایت هلمند است، در اینجا ساخته شده بود در گذشته ها و متاسفانه که با گذشت زمان خرابی های به میان آمده بود، که جدیداً شهروالی کابل تصمیم گرفت که این چهارم دوباره ترمیم و زیبا شود به خاطر استقبال از عید. و خوشبختانه که در این راستا هتل گل سرخ و پوهنتون مسئولین پوهنتون کاردان، که یکی از پوهنتون های بهتر کشور عزیز ما شما محسوب میشه، وقتی اینا اطلاع حاصل کردن که شهروالی کابل به خاطر زیبایی در اینجا برنامه داره، اینا مراجعه کردن و مشترکاً خواستن که این زیبایی شب عید را تقدیم همشهریان عزیز کابل و مصارفش اینا به دوش بگیرند.